صبح زیبا و دلانگیزه همه شما بیننده های عزیز در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بازم بخیر باشن. شما را خوش آمدید میگم به ساعت دوم برنامه بخش صدای شما. امروز مشخصا در رابطه با مشکلات و موضوعات حقوقی میخوایم صحبت بکنیم و هموطنان عزیز ما که در موضوعات حقوقی مشکل دارن یا هم سوال دارن میتونن در بخش صدای شما تماس بگیرن و مشکلات خود را با ما شریک بسازن تا استاد محترم مشوره های لازم را برشان داشته باشن. شماره تماس برنامه ما هم فعال است 070-111-4090 و امروز هم استاد محترم امین‌الله بابک استاد پوهنتون با ما هستن و در رابطه با اصل براءت میخواین صحبتهایشان با ما شما شریک بسازن. استاد سلام، صبح بخیر، بازم خوش آمدید. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های شما. انشاءالله که روز خوب خوش آغاز کرده باشین و در خدمت شما. سلامت باشین، ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. لطف میکنین دوست بسیار. قبل از اینکه به طرف تماس های بیننده های عزیز ما بریم، خوب استاد از شما در رابطه با براءت بشنویم که براءت خودش چه هست، چطور بیگناهی یک فرد ثابت میشه و تا چه زمانی یک فرد بیگناه گفته میشه. در رابطه با سوال شما عرض میکنم که اصل براءت یک اصل اساسی و یک اصل مهم حقوقی و فقهی است و در عین حال جهانی میباشد. در کل اصل بر براءت و یا بیگناهی به این معنا که ما شما در جامعه که زندگی میکنیم ممکن مرتکب جرم شویم و یا ای که ممکن تهمت بر ما وارد شود و زمانی که ما تحت تهمت قرار گرفتیم و بالای ما کس تهمت وارد کرد ما بیگناه هستیم و یا ای که ولو که مرتکب جرم هم شویم ما بیگناه هستیم. چه زمان گناهکار یک شخص میشه؟ تا زمانی که محکمه با صلاحیت تحت تمام شرایط و اصول محکمات مدنی وای را محکوم علیه قرار نداده این شخص بیگناه و یا بری می باشد. در کل در مجموع اصل بر براءت است و خود براءت از دو کلمه تشکیل شده که یکی اصل است یکی براءت. اصل به معنی بنا، پایه، راه، روش و براءت در لغت به معنای بیگناهی از تهمت، از عیب است. یعنی هر شخصی که در یک جامعه متمدن زندگی میکنه از این اصل طبعا برخوردار است و این را برش قانون خوشبختانه در تمام قوانین جهان بخصوص کشورهای اسلامی از جمله کشور مصر، عراق، ایران و بخصوص افغانستان که در نظام قبلی در ماده 25 قانون اساسی بیان شده بود که اصل بر براءت و بر بیگناهی است. تا زمانی که یک شخص با حکم محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد این شخص بری است و همچنان در ماده 985 قانون مدنی ما فقط اصل بر براءت است که گفته اصل بر براءت و بیگناهی است. یعنی ما در موضوعات مدنی هم بیگناه هستیم، در موضوعات جزایی هم بر بیگناه هستیم تا زمانی که محکمه بالای ما حکم صادر نکند. مثال بسیار واضح، آقای ای بالای آقای بی اتهام وارد میکند که امی آقای ای پسر مرا به قتل رسانده، این شخص آقای ای مجبور است که در محکمه با صلاحیت شواهد، مدارک، ادله اثبات جرم ثابت بسازد و بعدا محکمه عادلانه و به شکل یک محکمه عادلانه عادل به شکل علنی بالای وی حکم صادر بکنه که بله به اساس همون شواهد مدارکی که از سنه جرمی و یا از هر مرجعی که اینا به دست آورده وارد بسازد بالای شخص مظنون. حتی نظر به بعضی کتابهای حقوقی رسول صاحب، ما یک شخصی که مجرم است و مرتکب جرم میشه یا تهمت بالاش وارد میشه او را ما مجرم گفته نمیتونیم، حتی متهم گفته نمیتونیم. مظنون است، متهم است، باز مجرم است. خیلی خوب استاد، در رابطه با قوانین اسلامی هم صحبت خواهد کردیم که از لحاظ شریعت چه قوانین مشخص و چه گفته هایی در این راستا وجود دارد، ولی قبل از اون میریم به طرف تماس های شما عزیزا که پرسش های حقوقی شما عزیزا را پاسخ بدیم. ببینیم کنم هموطن ما روی خط هستن. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، صبح بخیر. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شما خوب باز بخیر هستین؟ صبح زیبا شما بخیر. سلام با شما. تشکر، سلامت باشین، بسیار خوش آمدین. نام خودم تو با انرژی هستین، بفرمایین. تشکر یک سلام به مو بخش تخنیکری تامین دینر سیمون تقدیم میدارم و اگر کدام میمان برنامه برین ما خود و تلویزیون نمیبینین بیرو برامدین دیگه باز طرف شو اگر دیدیم با تاب یا دیگه موبایل ها اگر دیدیم دیگه چیز مهمان داریم اتا برنامه تان چی هست؟ تشکر میکنم از تماس شما، از اینکه احساس خوبتان در رابطه به برنامه ابراز کردین، ولی لطفا تا زمانی که شما مشکل ندارین یا هم موضوع مشخص ندارین تماس نگیرین، چون که وقت سایر بیننده عزیز ما گرفته میشه. بازم تماس داریم. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ خوب
بخیر هستین جان شما جوش تشکر میکنم بخیر سلامت باشین صبح شما هم بخیر باشه بفرمایید ببخشین می از مهمان برنامه تون سوال پرسان میکردم ما دوستیه داریم در محکمه ابتدایه یعنی محکمه فیصله کرده جانب مقابل ما فراری هم هست و جایداتشان حال فروخته رفته تن بله نمینه یک رای حل شد به ما نشان بوده که ما چی کنیم موضوع شما در محکمه ابتدایه چی است؟ موضوع شما چی است؟ موضوع ما معاملات تجارتی است ما نخود و یعنی ماش یعنی گپا بود دیگه یه سه برادرها بودن یکیش دوتش فرارید یکیش میجا پیدا کردیم شما چی گفته آرز شدین بالای شخص؟ معامله تجارتان چی است؟ مال دانا برده یا پول برشان قصد دادین؟ مال مانا برده است. نخود و ماش برده است. خب، نخود و ماش برده. و شما بالای امرای کسی که معامله کردین فعلا فراری است، فرار کرده؟ فراری است. یکیش دستگیر دولت است، زمانت داده است و دو تا دیگه فراری است. خب، امی کسی که زمانت داده هم در قضیه داخل بوده؟ بله که امام محکمه سر ثبوت کرد شاهد خواست سر یک محکمه اول فیصله کرد محکمه دوزه که رفت دم و اشتاش با نوبت ما راست پس دوستی آمد محکمه اول که یکان نواقش اداری داشت درست چی فیصله کرد محکمه اول؟ محکمه اول سر این یکی فیصله کرد که 7 میلیون افغانیسته که نمینه تو پرداخت کرد دیگه اوناش غایب بود سر اوناش چیزی حکم نکرد درست. سوال شما از ما خاص مشخصا چی است که ما برای شما چی بگویم؟ که حالی محکمه بعدی چی فیصله می کنم تو؟ چی کنیم اینه می حالی خود تک فرارش تک ملکات جانا جایداد جانا می فرشن از این وطن فرار میکنن ما که میریم نوبان نمیرسه یک رقمی بخی جنجال ما را کلان کردن یعنی در درست در شکل شما نسیم جایداد جانا که فروتن مکرامان که تا فیصله کنه خب باز خدا میپردن که ما فیصله نداریم درست ما برای شما معلومات ارائه میکنم فقط بیننده برنامه باشین انشاءالله که قضیه شما قضیه تجارتی است و برتانش هم کم معلومات برتان تا هر توان بتیم بله تشکر میکنم از بیننده ما و میریم به طرف تماس بعدی بله سلام صبح بخیر بله سلام علیکم خوب هستین تشکر سلامت باشین شما خوب هستین خوش آمدید بفرمایید آریانا تلویزیون آریانا برنامه صبح زندگی خب فکر کنم بیننده عزیز ما صدای ما را از طریق تلویزیون میشنوند به او دلیل وقت سایر بیننده ما گرفته میشه مجبور تماسشان را قطع بکنیم تماس بعدی بله سلام صبح بخیر سلام علیکم صبح بخیر صبح شما همچنان بخیر باشه کی هستین از کجا تماس گرفتین خیام هستم از کلا پشته به تماس شدیم بسیار خوش آمدین خیام جان بفرمایید ببخشید تلویزیون صبح زندگی بله تلویزیون آریانا برنامه صبح زندگی ببخشید من روی وکیل صاحب می‌خواستم بفرمایید سیام جان ببخشید وکیل صاحب می‌خواستم درباره چی پرسان کنم دا امی خانه شریکی باشه بله مشنای بله مشنام امی ببخشید وکیل صاحب می‌خواستم میره پرسان کنم که خانه شریکی باشه و پول از یک برادر باشه درست و چندین برادر دیگه در خانه زندگی بکنه درست آیا حق از اینا میرسه پول خودتان میگن که پول از برادرتان است آیا خودتان فکر میکنین که حق شما میرسه نه خیر سیام جان خانه اگر از پدرتان است اگر مسئله میراث است حق شما از برادرتان میرسه از همشیرتان هم میرسه اگر خانه شخصا از پول برادرتان است حتی اما شما گفتین خانه شریکی است خانه شریکی به این معنی که یعنی ما مجموعا کار شراکت میکنیم کار ما به شراکت پیش میره و یک برادرم خانه را معامله کرده پول خریده مت راست هم دیگه ثابت ولی برادرم مجرد است درست است اگر پول شما در مجموع کلتان کار میکنین در مجموع پول برای برادر بزرگتان میتین و یا برای پدرتان میتین اینمی خانه حق شما هم هست اگر برادرتان کارش مشخص تناست در دیگه جای کار میکنه خانه را خریده با صاحب برادری و اماهنگی فامیلی به شما جای میده حق شما نمیشه اگر خانه پدری است هم حق شما میشه اگر برادرتان شما کار میکنین کارتان یکی است میرین روز دکان یا دفتر یا هر کاری که دارین برادرتان رئیس است یا درست قرار داره شما تمام پول برای برادرتان میتین برادرتان خانه میخرد یعنی برادر بزرگ منایس رول پدر پیش میبره پس حق شما در او خانه میشه اگر برادرتان شخصا کار کرده پول زحمت کشیده حق شما نمیشه از نگاه حقوقی مثال در خانه شریکی مثال ما کار کردیم در خانه آوردیم اون صرف به خود جمع کرده این رقم میشه برادرتان فقط برای خود پول جمع کرده کارش جدا بوده امرا شما شراکت بوده نه جدا بوده خودش به خود جمع کرده کارش هم جدا بوده
این خانه را چه زمانی که شما خریدین از پدرتون چی خیمانده است؟ پدر رفتی است؟ از پدر چیزی نیست. هیچ شما تقسیم ترکه نکردین؟ نخیردین. این پول یعنی برادرتون کارش جدا بوده، فقط شما یک جای بودین دیگه. پیما پول برادرتون تنها جمع کرده. بله. از نگاه حقوقی شرعی حق شما نمیشه. نه، از مادرتون میشه. زمان میشه که خدا نخواسته برادرتون فوت بکنه. باز او وقت حق شما میشه، به شرط از اینکه برادرتان پسر و دختر و خانم نداشته باشه. اگر خانم داشته باشه، باز خانمش حق خود میگیره، برادرش دختر خود حق خود میگیره، مادرک تام میگیره و دیگه دوستان میگیره، باز حق شما میرسه اگر بچه نداشته باشه. تشکر میکنم از بیننده عزیز ما که تماس گرفته بودن. امیدوار هستم که جواب سوال خود را دریافت کرده باشند. البته بالای سوال هموطن ما هم میپردازیم که چند از پیش تماس گرفته بودن. درست. ولی قبل از اینکه بپردازیم محکمه تجارتی. بله محکمه درست. تجارتی قبل از اینکه به سوالشون بپردازیم وقفه بسیار کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. ادامه برنامه صبح و زندگی و بخش صدای شما را شما عزیزا تماشا میکنین و تماسای شما را باز هم میداشته باشیم. 0711140090 در خدمت شما قرار داره و قبل از اینکه به طرف تماس ها بریم استاد، خوب از بپردازیم بالای سوالی که هموطن عزیز ما چند لحظه پیش داشتن و تماس گرفته بودن. یک چند کلمه در رابطه با سوال سیام جان میخوایم عرض بکنم، چرا که سوال اونا لایف بودن، ما امروزشان سوال جواب کردم. اگر اینا سه برادر یا پنج برادر هستند در مجموع کار کردند، پول خود که کار کرده دستمزد خود آورده برای برادر خود داده، که نمی برادر ما در این نمی قدر پول کمایی کردیم، دیگه برادرم آورده برای برادر بزرگ و پسانی برادر بزرگ بعدا خانه را خریداری کرده، از اون پول مشترک حق شما میشه. اگر یک کاروبارتان جدا بوده و برادرتان دوکان داره یا هر وظیفه‌ای که داره، پول خود جمع کرده و پول خود خانه خریده، شما را به خاطر مادر پدر اینا امرای خود آورده، شما فردا نمیتونین بالای برادر بزرگ ادعا بکنین که خانه را ما شراکت هستیم. اگر تو در خانه یک جیار آوردی یا مثلا روغن آوردی یا مصارف کردی یا کدام روز کدام کیلو مایی بردی، این خودش نفقه است، نفقه فرض است. یا بیا به برادر یا مثلا برادرای کوچک یا مثلا به برادرزاده، حتی نفقه برادرزاده بالا انسان واجب میگرده که زمانی که برادر نباشه. اما شما در کل سمدار خانه برادرتان نیستین اگر برادر از پول شخصی خود خریده باشه، و اگر برادرتان باز در عدم موجودیت از اونا کنه خدا نخواسته فوت بکنه، باز مسئله میراث مطرح میشه که خانمش دخترش والا میراث خود میگیره، باز بر شما میمونه. در ضمن دوست ما تماس گرفته بودن در اینا کل تمام اداری کارهای اداری خود خلاص کردن از نگاه محاکماتی، فقط اینا پولشان افدال میلیون گفتن یا 7.5 میلیون گفتن، پول 7.5 میلیون افغانی شان کسی از حساب تجارت برده و اینا خوشبختانه یک شخص از اونها هست فعلا و اونها رو با محکمه اظهار کردن و محکمه بالاشان حکم صادر کرده که یک شخص پول بده. البته کار از اونها شراکت بوده، کار برادری بوده، میشه که محکمه بالای زنا حکم صادر بکنه. اما او دو شخص ده یک مفرور هستن، فرار کرده. اگر یک شخص شما را پول داره قسطوار یا مثلا به مدت معین نتا، هر زمان کنا در کابل به شما اونها رو جلب کرده میتونین. یک بوده قضیه. دیگه بوده قضیه محکمه در کل هر قضیه جزایی، مدنی، تجارتی باید سه محکمه ثلاثه را در افغانستان سیستم فعلا هم خوشبختانه محکمه سه مرحله ای است: محکمه ابتدایی، محکمه استیناف، محکمه فرجامخواهی و یا استر محکمه. حکم محکمه اولا با استیناف خواهی که میرن اونا بررسی میکنن، میبینن از نگاه حکم، از نگاه استدلال حقوقی، از نگاه ماده های قانون، اونا فقط بررسی میکنن که محکمه ابتدایی روی کدام ماده قانون یا روی کدام اصول حقوقی فیصله کرده. اگر مشکل داشت پس میاد سند به محکمه ابتدایی، کنا پس اصلاحات در آن میاره و او را جور میکنن. در کل حق شما محفوظ است، حق شما میشه بالای اون نفر. اگر شخص پول داره پرداخت خوب، اگر نه پرداخت میشه که شما او دو نفر دیگه هم که رفته حالا فعلا محکمه حکم صادر کرده، محکمه ابتدایی میره. محکمه در کل ما بر شما میگیم که شما حوصله مندی بکنین، چرا که هر محکمه از خود وقت داره. در کل یک ماه، دو ماه، تقریبا چهار ماه در قضیه شما در بر میگیره. اما حالا چون که قضایا بیشتر است و قضات هم موجود نداره فعلا نیستن، اونا همشان کشور ترک کرده، مشکلات اداری هست. یک قضیه حقوقی جزئی بسیار وقت میگیره. این قضیه شما 7.5 میلیون افغانی است، خیلی پول گزافی است که فیصله از یکم وقت گیر است. اما میشه که شما یک وکیل مدافع برتان بگیرین، وکیل مدافع وظیفه را با مشکل درستش برای شما انجام میده، بسیار پول کم میگیره، برین وکیل مدافع را قضیه تشریح بکنین، خودتان مصروف ازین، وکیل مدافعتان کار را پیش ببره. بسیار خوب. و میریم به طرف اولین تماس در این بخش برنامه. بله سلام، صبح بخیر.
بله سلام. تماس شما وصل شده، صحبت بکنین. بله سلام علیکم. سلام، صبح بخیر. خوب هستین؟ صحت من، خوش آمدین. سلامت باشین. ما چهار برادر دو خواهر هستیم. می سالک سنیم لگت مرام و بومو دو خدا هم بیام و زفت کرده. می دو خواهر و دو برادر پولان هم رو خودم بفهمیدیم. اما یک سرو میرسی داره. اما اگه نه ده سرو میرسی هم اقبال هم بگم. این سرو میرسی برای ما اقباده. سنیم چهار لگ پول رو بخودم. اما رو ببینیم جواب شما چیه. ببخشید شما افتنیم لک افغانی از مادرتان باقی مانده بود، درست؟ درست، هم اینو بخوردم، دو خوار و برار. چه قسم خوردن این پول شما را؟ این پول مادر که بوم بودی و که بوم بود مادر دیگه این برار را جدا نقد داشتم خورا و برار را پولار بخش کردم و این تخونه اینا را بو بودم هنال یک سرا میرسی سرا فهمیدی از ما از این هنال میگن دو سرا میرسی اما داریم از سرا هم برای ما اقبره. درست 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 درست. ما برای شما معلومات میدم. شما پدرتان حیات است؟ نه پدرم خدا بیام از دویم فکر کرد. خب دو برادر دو خواهر هستین؟ چهار برادر نه دو خواهر. دو خواهر و دو برادر همین سنیم لک پول و مال و خونه و همه بودن بخوردن. درست، شما متوجه باشم برتان معلومات میدم. اگر چی سوال بسیار پیچیده است یکمه که باید از شما ما سوال مطرح بکنم. خب دو خواهر چهار برادر افتنیم لک افغانی از مادرتان مانده. بدون افتنیم لک افغانی دیگه چی از مادرتان مانده؟ دیگه این فرش و اخچال و زندگی هم از این اومده. کدام سند دارین که افتریم لکه نزد مادرتان بوده پول؟ بله آتیز میده همه داریم برخنه هم بسیار مالای هم بخونه اینه رو بفرختن پولا نیست خب قرآن کدن نیست به بخوردن پولا بخونه کم صف کدن رو به جران نقد بشن دو برا رو به جران نقد بشن اینا و میگه خود خودم مال زندگی هم ببردن چطور بعد کدن هم بخوردن برای بخوردن. از این افتریم لکه کدام سند هست پیش خودت، درست است؟ بله سنا و سنا لای اکثر رو میرسی از چهار برار دو خواهد بومونده مالا درست درست. یعنی شما میخواین کمی دو برادرتان که دو خواهرتان یا یک خواهرتان هم میراث از همون بسرهای نتین، درست؟ تماشان فکر کنم درست. که قرد شد خود دوست حتما مشوری خدا میداشته باشه ولی بیننده عزیز ما. ولی بازم میریم به طرف تماس بعدی ما. ولی سلام، صبح بخیر. بله سلام. علیکم سلام، خوب هستین؟ خوش آمدین. خوش باشید. بفرمایید. رستم رسولی؟ بله رستم رسولی هستم، بفرمایید. از امی جناب خواهش دارم که ما پنج خواهر هستیم او یک برادر. بله. او پدرم و میاد تست مادرم و پدرم میخواه که اولی بگه بنا و مادرم ما برادرها داریم اندری. درست 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 درست. باید بنا و مادرم کنه یا برادرم گرفته نمیتونه و اندری ها. ما برای شما معلومات بدم، پدرتان فعلا حیات است، میخواد یک خانه بخره. با اون مادر دیگه کدام اولی داده؟ خانه داده؟ واه فرق کرده. خب فقط برادرها دارین، درست؟ بله. درست. و این پدر چی دلیل است که خانه را میخواد به نام مادرت بکنه؟ آه این دلیل است که واه خوبی نکرده که پدر خط بیداری داده که شما پدر ما نیستین، ما پسر شما نیستم، ما پدر ما دنیا کردیش. درست درست. شما بیننده باشین، بر شما جواب میدم. سوال شما را ما گرفتیم. درست است. بنا مادر میشه یعنی بگیره بازه؟ یک کار بکنن. خب یک کار بکنین. اگر پدرتان از داروی خود خانه را میخره بنا مادرتان میکنه. اگر خدا را خواسته پدرتان فوت بکنه در آینده. این برادران شما که از برادران پدری است. برادران اخیافی است، علاتی هم نیست، علاتی برادران مادری است، اخیافی برادران پدری است. اگر خدا نخواسته پدرتان فوت بکنه، پدرتان باز میشه که به شمول یک برادره که شما این چهار برادر دیگه تا از خانه میراث ببره. میتونه یعنی؟ میتونه، بله ها میتونه. بعدم برادرم بگیره وقت نمیتونه گرفتنی؟ میتونه برادرتان، بنام برادرتان مقصد پول از پدرتان اگر باشه. پول از پدرتان باشه خانه را بخره، هم برادرانتان و دو خواهر چهار خواهر یک برادر هم شامل میراث میشین، مادرتان هم میراث میبره. خب بله ها. تشکر، بازم سوال بگین. اگر یک چیز است، اگر پدرتان مهر مادرتان نپرداخته، اگر میشه اون مهر مادرت بته برش که اینی خانه را عوض مهر تو و بر تو 6 لک افغانی خریده مهرت بوده، اینی خانه را در مهرت بگی، با دونی صورت برادرای شما نمیتونه که ادعا بکنه در آینده. مهرش خو نداده فعلا. چی مقدار مهرش بوده؟ مهرش افلا بود چقدر بوده دیگه؟ سوال نداری درست شبه. درست. اینمی برادرای پدری که شما چهار برادر هستند، نه عینن برادر خردت واره یک برادر شما که است، عینن اورمو برادر هستی، تان درجه برادر هستی داره، اما در میراث بنیس برادران پدری یاد میشه. ما برتون دیگه معلومات میدم شما بشنوین. خب تشکر،
تشکر. تشکر میکنم از بیننده عزیز ما. و اگر فرصت داشته باشیم که یک تماس دیگر هم بگیریم. بله سلام، صبح بخیر. خب اما قدر تماس کافی است، همکاران میگن فرصت محدود است. استاد میشه که بالای پاسخ هموطن ما بپردازین که دو تماس برادر که از ایران تماس گرفته بودن، اینا گفتن که ما دو خواهر چهار برادر هستیم و میراث پدرشان فوت کرده، میراث از مادرشان مانده و 7.5 میلیون افغانی را برادران از اینا به مصرف رسانده. موضوع برنامه ما اینمی موضوع اصل براعت است و سوال از اینا مرتبط میشه به نمی اصل. برادران شما که اگر شما ادعا میکنین و یا ادعا میکنین که 7.5 میلیون افغانی شما را خورد، اگر شما شواهد مدارک دارین، شما شواهد مدارک دارین، میشه که در محکمه برین بگوین که این 7.5 میلیون افغانی در حساب مادرم بوده، این پیسه را برادرم احمد از بانک گرفته به مصرف رسانده و ما این سرایی که فعلا از مادرم مانده ما اینا را میراث نمیتم. اما در کل میشه که برادرایتان امرو همه چهار برادر و دو خواهر از این سرای میراث ببره. اگر تخارج یک مسئله در تخارج در میراث ما داریم، اگر برادران شما گفته باشه که همین 7.5 میلیون افغانی را دو یک خواهر یک برادر یا دو برادر یک خواهر گفته باشه که 7.5 میلیون افغانی را برای ما بدین، ما سرای میراث نمیبریم. از اون باید شما سند داشته باشین، سند حقوقی که اقرارشان گرفته باشین، شخصشان گرفته باشین. در اون صورت باز برادر دعوا کردن میتونه، ورنه اون سرایی که مانده او سرای شاید قیمتش 3.5 برابر یا 4 برابر 7.5 میلیون باشه، اونا میراث میبرن. و این خواهر که تماس گرفته بودن بار آخر که بله. 5 برادر خواهر هستیم، یک برادر است و اینا یک خانم پدرش علامت دو خانم داشتن. ببینین مسئله آخ کردن، مسئله خط بیزوری کردن، این چیزها در حقوق جای نداره. پدر هیچگاه فرزند خود از میراث آخ کرده نمیتونه، خلاص کرده نمیتونه. ولی که پدر بگه تو آخ هستی برو، ما تو از خانه کشیدیم، آخ جاگاه شرعی و جاگاه اسلامی نداره، جاگاه خیر خوبانه. و خاطر از اینکه پدر یقه نداره که فرزند خود بگه که ما تو از میراث خود ایج از میراث تو با تو میراث نمیتم و میراث نمیبری. و این کار که پدرتان میکنه، پدرتان گناهگار میشه که پیسه فعلا پول جمعوری کرده، خانه را میخره به نام یک خانم خود. چرا که چهار برادر دیگه تان هم برادرای پدری تان کس نام حق داره بالای پدر که باید پدر بر از نام پول بده. حالا فعلا اصلا یتیم کسی است که مادرش فوت کرده باشه، یتیم اصلی دیگه. اونو برادرایتان هم اگر سبار روز خدا نخواسته پدرتان فوت بکنه، برای شما ادا کرده میتونه. شما چهار خواهر پنج خواهر هستین، حق شما مشخص است از میراث، حق مادرتان مشخص است، پول تا هم حق مشخص نمیگیری که دوی ورثه است. میراث پدرت 3 تقسیم میشه، بار اول 2/3 شما میگیرین، باز اون 1/3 دیگه از این تقسیم میشه، 1/8 1/8 را مادرت میگیره و اون برادرات که چیزی که مال میمونه بین 4-5 برادر دیگه توزیع میشه. اما پدرت نمیتونه که خانه را به نام مادرت خریداری کنه، سوار روز برادرات با شما بر شما جنجال جور میشه. تشکر، سلامت باشین استاد محترم، از حضور شما بسیار تشکر میکنم. رسولی صاحب، مسئله میراث ذهن هر کس کار نمیکنه. مسئله میراث یک مسئله است، علم فرض است، تمام مسلمان ها باید علم فرض یاد داشته باشه. اما نظر به مذاهب فرق میکنه، بعضی مسائل است در میراث. اما آیت قرآن کریم که با زمانی که باشد هر چهار مذهب بالایش هیچ کدام اعتراض نمیکنه. اما باز مسئله اول است، مسئله تخارج است، مسئله است که در قانون مدنی یک چیز گفته فقط دیگه چیز میگه یک کم که بسیار کم باریکی ها دارن که مسئله میراث کسی باید کپ بزنه که تخصص داشته باشه. دقیقاً دیگه تا جایی که ما خواندیم قانون مدنی را یک درس های ستاژ ما را خواند در پانتون کابل، بولمون معلومات که ناقص است. هر چیزی که ما میگیم از نگاه علوم اجتماعی 85% میگیم، 100% نمیگیم. ممکن است که یک مسئله باشه که علما دیگه نظر داشته باشه. سلامت تشکر. باشین استاد محترم، بخیر باشین. ممنون از شما عزیزا، هم تشکر که تا ایندم در کنار ما هستن. وقفه کوتاه.